سلامت میوند عزیز، شام خودت هم بخیر باشه، شام هموطنا یا شب هموطنا عزیزم بخیر باشه. تشکر از اینکه ما را موقع دادین. امشب آمدیم ما به سرک شوربازار یا منطقه شوربازار، در یکی از دکانهایی که هموطنا اگر در تصویر ببینن شاید تا یک جای رسیده باشن که کجا آمدیم. بله، ما پیش کاکا مرزای ترشی فروش، در دکان کاکا مرزای ترشی فروش آمدیم که بسیار ترشی مزدار اما تو خاص آماده میکنه و مشتری های بسیار زیاد داره. عین بعد گفته وطن ها این طرف خارجه میره، کشورهای خارجی هم اینجا دوستا میان از اینجا ترشی میبرن. خودشان خو فکر میکنم فوت کردن دیگه، نواسهشان همینجا امرای ماست. شما ببینین هموطن عزیز، گزارش تا آخر تعقیب کنین ببینین که چه رقم ترشی است که تو مشتری های خاص خود داره. یک چیز دوستان، این نام ترشی را که آدم مشنم اوتومات هم یاو دان یا ایجا پیش ما دوستان ببینین که تشتای ترشی ماندگیز دیگه، خواهی نخواهی یک کمک تاست او پر او میشه. خب سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر، آرام آرامیز بخیر هستین، زنده باشین، مزاحمتان نشده باشیم در این وقت شب. خواهش میکنم. میشه نامتان برای ما بگید؟ بله، اسم ما ویس محمد است، یکی از دکاندارای شهر کنه و اهالی شهر کنه شوربازار. خواه ویس محمد جان، پخته بچه کابل. پخته بچه کابل است تقریبا از نای اول. خواه ویس عزیز، خودت چی نسبت داری با کاکا مرزای ترشی فروش؟ ما از کاکا مرزای ترشی فروش نوایش هستم، یعنی نواسش. همی مردم های اصیل کابل، میرویس جان خوب همه تو ویس جان. جان بسیار خوب همه تو بسیار آمیانه و شیرین کابلی گپ میزنن، نه؟ این همیتن طبیعتشان از دیگه، چون از اول در ماحول فامیل که کلان میشن همون قسم امروشان صحبت میشه تا که به جوانی میرسن همون رقم عادتشان میباشه. خب دوست عزیز ما میگه که در مورد ترشی ها برای ما بگویه. من مطمئن هستم زیاد مشتری هم داره. مشتری فضل خدا زیادتر داره، من هم در داخل هم در خارج از دور دور جای ها پیش ما پشت ترشی میاین و ترشی ما فوق العاده است دیگه، در سطح کابل نخاطی رقم ترشی پیدا شود. یعنی دوستا اگر شما هم علاقه دارین سعی کنین این ترشی دیگه، هر کدام از این جداست. چون زردک شلغمش خواهر کس جوش داده میتونه در خانه خود، بلخصوص از ما کس کل کار در بانجانه. چون این بانجانه سعی کنین فرض کنین که نو از چیز برامده از بطک اندیشه، این تقریبا شش ماه از نگاهداری از این بانجان میشه. و تصویرم دوستا ببینن، شش ماه از این بانجان میشه. چون شش ماه پیش ما ایره از بطک انده ما آوردیم ترشی جور کردیم، تقریبا شش ماه پیش ما میباشه. ای شش ماهی رو چه رقم نگهداری میکنیم؟ اجازه زگم صاحب اجازه، ما خواه آمدیم اینیم کمال شاید بگیریم در این پالیت یک ترشی فروشی جور میکنیم. نه دیگه، ای به طور زنده است دیگه، دوستا می لازم خودتا به طور زنده میبینند. این رقم خمای گلی داره ما، البته بسیار کلان تقریبا هر خم ما 60 رفتار سر ترشی میگیره. کلان از بازده ای ما نگهداری میکنیم، سرکه هم خالص سرکه کشمش است. کاش که از اون خماره کشم یاور دیجه ما میدیدیم که چقدر آورده نمیشه دیگه، نام خدا عرصه ما که زوردیم و گرفته نمیشه. پیشش ما بریم دیگه نمیشه. خود دوستا اینی خمایی است که داخل از این ترشی انداخته میشه، این خماره در کجا جور کرده؟ این خما خوی اصلا نشکه از جرمنی است. بازی در منطقه استالف ما شما ولسوالی استالف میشه، در اینجا جور میکنن به نام خمای استالفی یاد میشه. یکی هست همین مثل تنور واره است، اما خاکش دیگه خاک است. خاکش خاص است که یک چیز از این جور میشه. بسیار زحمت کار داره تا که یک دانه خم جور میشه. حالا خود جور هم نمیشه، حالا کلگه این بیلرهای پلاستیکی داره با اونو شکل. اما سابق که بود از این رقم جور میشه. چند سال میشه که شما در اینجا هستین و از پدرکلان بزرگوارتان بگوین که چقدر وقت در اینجا ترشی فروخته؟ ما قسم فضل خدا می دوکان ها از خود ماست تا آخر همین منطقه خانه است، تقریبا اکثر بابا کلان هم است، پدرکلان هم است و پدرکلان هم که ما از او زمان ترشی فروش هستم و طبقه به طبقه میراز برای ما مانده. این از کجا یاد گرفته ای پدرکلان بزرگوارتان؟ بله دیگه دو دوران نبودم،
در اون دوران نبودم، اما قصه مفکایی باره گفت شاگرد در دوستا پرسان کرد، گفت که نمیفهم کدام پادشاه را گفت. چند سال گفت حکومت کرد؟ گفت تو سوالا میکنی در وقت ما کی تولد شده بود؟ شاید که اون اختراعات خودشان بوده باشند، اگر چون وقتا زینا متفکر بود و هر کس کوشش میکرد که یک چیز جور کنه. تفاوت شما با دیگرها چی هست؟ همینطور شیره که شما میسازه؟ با دیگرها ایست که اولش ما سرکه کشمش کار میکنیم. کشمش هست از همین کشمش، انگور و سینی را کشمش میشه، بعد از او سرکش. با تفاوتش تنها خاص تفاوت که داره، ما در این بانجان داره که هیچ کسی رقم بانجان جور کرده نمیتانه. خب، او شلغم هست. این شلغم و بانجان، این شلغم هست، این یام بانجان نرم است که سیر سرکه مخلوط است سیر امرای نانا، که یام باز یک ذائقه خود علایده داره. خب ایره کیلو چند به فروش میرسه؟ کیلوی 100 افغانی. بله. دیگرها یک ذره ارزانتر نمیده؟ دیگرها ارزانتر میده، او جوار است. خب. این تنها کشمش است، سرکه کشمش است، خالص تنها کشمش است از ما. خب بگی بر ما یک دو کیلو جور کنیم اینجا. با یک دو کیلو جور کنم باید برم خانه که بیزی نمیشه دیگه گذاره. ما چند دقیقه دیگه وقت داریم؟ یک دقیقه دیگه. خود دوستا از استودیوی مرکزی وقت میتن، ما تو آدم هایی که هفته و ببینه طرف هفته و لایت هم تو داشته میزنه دیده نمیشه. تندی زیاد نباشه که باز در خانه ما را نکشن. این دوستا ببینین که چه قسم یک قصه داره. ما یک بار دیگه اونجا آمده بودم، برای یکی از دوستا روان کردیم یک جایی. سلام میبرن ولی شما پشتون میای؟ ولی زیادتر ما روی کردیم دبی، روی کردیم پاکستان. خب به نهایت زیاد روان میکنم، چون اوج از پیش ما چند تا تجارای پاکستان اس میبره بازوج سودا میکنن. پس دبی روی کردیم، چین روی کردیم، تا جرمنی روی کردیم که در بوتل خودم پیک کردیم باز روانش کردیم. ولایت ها خو زیاد از هر ولایت میای اس پیش ما میبره. دوستا دیگه ترشی بسیار خاص و مزه‌دار است. حالا مرات مشتریاتون میکنی یا نمیکنی؟ والا نه، از ما اونم یک نرخ سودا میکنیم. بمو کل یک ترشی داریم، یک نرخ سودا میکنیم. وقتی نمیکنیم که یک مشتری ما خاص باشه، از یک جای بتمش یک مشتری ما هم باشه. اینم 4 کاسه ترشی زده داخل از فضل خدا آورده میریم، خالی کرده میریم. خب بسیار خوب. اینی جوانم بیادرکت است. اینا دوستا نام خدا چوب لباس های همه تو گرم و وطنی پوشیدین. نام خودت؟ شفیق الله. شفیق جان، خودت هم یاد داری ترشی جور کردنه؟ بله. خودت لایق هستی یا لالای کلانت؟ لالای کلان. خودت دیگه نوزد نو تجربه میکنی؟ نه، ما هم خوب هستم دیگه، هم میفهم. خب آرام و آسوده باشی، بخیر باشی، قربانت. خود دوستا اینا ترشی که من میخواستم آماده شد دیگه. ببینین چه خوب یک دیگه، من میفهم دیگه او دونک ذره قرط میشه. شام همه بخیر باشه. هموطنان عزیز، میوند عزیز، اگه ترشی میخوری بیا اینجا. هموطنان را میگم که بیاین از ترشی وطنی استفاده کنن. تا گزارش بعدی، تا شب بعدی، الله یار و مددگارتان. هموطنانی که او طرف مرزا برنامه ما رو تعقیب میکنن، لطفا کامنت بگذارین، نظر بتین به خاطر گزارش های بعدی ما. خداوند نگهدارتان.